برای فانوس دریایی. وقت خواب. این فانوس دریایی من در گیلمودراک. من و دستیارام تو اتاق نشیمن بودیم، راش با اون کلاهای قرمزش و مارتی. من گفتم میدونین بچه ها امروز روز آفتابی قشنگیه، به نظرم وقتشه که یه خورده نظافت کنیم، بیاین بیرون فانوس خونه رو حسابی رنگ بزنیم. مارتی با نظر من موافقت کرد. فکر خوبیه بیل، ولی اول بذار من خدمت این کیک‌های مربا برسم. من بهش گفتم خیلی خوب، بس من میرم تو اتاق دیدبانی تا ببینم وضع هوا در چه حالیه، تا 10 دقیقه دیگه برمیگردم. مارتی که اصلا طاقت صبر کردن نداره فکر کرد 10 دقیقه خیلی زیاده، برای همینم اونو راش تصمیم گرفتن رنگ زدن فوراً شروع کنن و منو غافل گیر کنن. بیا راش. خیلی خوب، شروع کنید. مارتی گفت ما زود کلکشو میکنیم. میدونی که من تو این جور کارا استعداد عجیبی دارم. همه به هم میگفتن مارتی هنرمند، من میتونستم نقاش خیلی خوبی بشم، مثل خیلی از نقاشای معروف دنیا. مواظب باش. اما خیلی دیر شده بود، مارتی افتاد رو سطل رنگ. همینطوری میخواستی یه نقاش معروف بشی؟ تو هنوز شروع نکرده ببین چه دست گلی به آب دادی؟ واقعا که خنده‌داره ها. مارتی هنوز پشت سر خودشو ندیده بود، اون رنگو پاشونده بود به در و میدونست که اگه من اون وضع ببینم چه عکس العملی نشون میدم. اما راش یه فکری به نظرش خورد. قصه نخور، تو رنگا رو پاکن، من میرم سر بیل رو گرم کنم. آهای بیل، هوا اون بیرون خیلی ناجوره، اگه من جای تو بودم خودم رو میپوشوندم. فهمیدم داره شوخی میکنه، گفتم اتفاقا روز آفتابی قشنگیه. با این حال چطور همینجا بمونی تا من با ایستگاه هواشناسی تماس بگیرم؟ وقتی اون رسید به اتاق کنترل فوراً مقداری کاغذ باطله رو پاره کرد، بعد تظاهر کرد به اینکه داره با هواشناسی تماس میگیره. الو ایستگاه هواشناسی، میشه وضع هوا رو بگین؟ ای وای 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 وای، طوفان ناگهانی و برف. وای وای، کاغذ های ریز شده رو از پنجره ریخ بیرون. من داشتم جدول کارم رو نگاه میکردم که دیدم یه چیزایی مثل دونه های برف از جلوی پنجره رد شد. بیل دیدی بهت گفتم هوا ناجوره، بهتره تو برف اصلا نری بیرون. تو برف؟ واقعا واقعا که خنده دار. آره خنده دار. بعد راش فکر بهتره ببینه مارتی در چه حاله. باید عجله کنی مارکی. تو ایراش همه جا رو حسابی پاک کردم و خیال دارم درم یه رنگی بزنم. میگم چطور آبیش کنم ها؟ نه جونم، بهتر بذاری همون قرمز بمونه، بیل حتما ناراحت میشه. راش اینو گفت و با سرعت برگشت بالا که مطمئن بشه من هنوز مشغولم. من که تو این سوز و برف بیرون نمیرم. راش اینو گفت و زیادم اونجا نموند، فکر کرد بهتره بره بالا و ببینه هوا بعدش خیال داره چجوری بشه. فکر کردم میگه گردباد میاد، اما اشتباه میکردم. بیل داره بارون میگیره. چه بارون بیموقعی. تصمیم گرفته بودم رادیو گوش کنم که مارتی غرق در رنگ اومد تو و بعدم داد زد راش میتونه به هواشناسی خبر بده که دیگه میتونن جلوی بارونو بگیرن. نه راستی بیل، تونستم ایوونو برات رنگ بزنم. من در حالی که سعی داشتم تعجب زده باشم گفتم اینو جدی میگی؟ حتما هوای اون طرف فانوسخونه که تو بودی بهتر بوده. مارتی خیلی به کار خودش میزد و واقعا هم زحمت کشیدیم، اما من نمیتونستم از کار این دوتا بگذارم. باید بهتون بگم من تمام مدت میدونستم که شما دوتا چی کار دارین میکنین، منتها تنها رایی که کار به سرعت انجام میشد این بود که هیچ صدام در نیاد. واقعا که چه هوای عجیبی. راستی یه چیزی دلم میخواد در رو رنگ آبی کنین، البته فقط برای تنوع.